مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی از جمع‌آوری بیش از 8 میلیارد افغانی عواید در یک سال گذشته خبر داده می‌گویند که در بخش عواید شفافیت و سیستم الکترونیکی در اولویت قرار دارد. با گفته مسئولان بیش از 25 هزار پرواز عبوری از فضای افغانستان در یک سال گذشته صورت گرفته است. مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که بیش از 25 هزار پرواز عبوری از فضای افغانستان در یک سال گذشته صورت گرفته است. و گفته آنان در بخش عواید شفاف سازی و سیستم الکترونیکی در اولویت قرار دارد و در یک سال گذشته این وزارت 8 میلیارد 927 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری کرده است. خوشبختانه ما تانستیم که در حدود 1662 پرواز که البته این به معنای ازی است که این تعداد پروازهای که ما میگیم ممکن است که در یک مجوزی که صورت گرفته یا یک مجوزی که داده شده به صدها پرواز شامل از او شده، از او خاطر به صورت جمعی در نظر گرفته شده که 1662 مجوز پروازی صادر شده است از جانب وزارت ترانسپورت و هوانوردی. در همین حال حسیب الله سروش معین پلیسی مسئولیت و تفتیش هوانوردی وزارت ترانسپورت در این برنامه گفت که تمامی میدانهای هوایی در کشور برای پروازهای داخلی و خارجی آماده است. سروش افزود که در هر 24 ساعت 90 پرواز عبوری از فضای افغانستان صورت گرفته و در یک سال گذشته 25540 پرواز عبوری از فضای افغانستان صورت گرفته است. شن بوینگ 737-500 و بوینگ 737-300 از یا سی چک و دی چکایشان در داخل کشور صورت گرفته با یک هزینه بسیار کمی در حدود 200 هزار دلار آمریکایی، در حالی که بیشتر از 2 میلیون دلار آمریکایی در گذشته یا پرداخت میکردن به شرکت های و مراکز حفظ و مراقبت طیارات در خارج کشور. مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی همچنان گفت که در نیمه اول سال روان بیش از 560 هزار مسافر از میدانهای هوایی کابل، قندهار، هرات و مزار شریف پروازهای داخلی و خارجی داشتند. به گفته آنان در این مدت بیش از 2600 تن کالاهای تجاری از طریق دهلیزهای هوایی انتقال داده شده است. به گفته آنان وزارت ترانسپورت در یک سال گذشته 6792 پرواز کمک‌های بشردوستانه به سطح محلی در داخل کشور داشته است. په مالی اداري برخه کې ټول منظور شوی بودیجه د اصول او مقررات او د بودیجه د منظور شوی اصولنامې مطابق په مصرف رسول، د مزایدې له لارې مو د وزارت 150 جایدادونه په کرایه ورکړي دي. گفتنی است که مسئولان در این برنامه گفت که این وزارت در سال گذشته برای 1662 پرواز جواز داده که هر جواز تا 100 پرواز را میتواند شامل شود. مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی در این برنامه افزودند که 4 میدان هوایی بین‌المللی و 24 میدان هوایی داخلی در کشور فعال میباشد و پروازهای داخلی و خارجی از این میدانها صورت میگیرد. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.